جشنگیری سال نو با تمامی خصوصیت های امروزه به او دخل دار در تاجیکستان و منطقه های آسیای میانه در زمان اتحاد شوروی سال 1936 مجبوراً درآورده شده است. هرچند پس از زوال یابی اتحاد شوروی مردمان این منطقه به استقلالیت نائل گشتند و سالهای 90-2000 به سوی بیداری و خودآگاهی اسلامی کوشش نموده باشند، هم جشن سال نوی تا حال در بین بعضی مسلمان های منطقه آسیای میانه همچون جشن اساسی به حساب می رود. در خصوص حکومت دارانی کشورهای ما که هر سال با تنتنه جشنگیری ایدی مذکور را تشکیل می کنند، حاجتی سخن گفتن هم نیست. سال نوی میلادی مبارک هموطنانی عزیز. سنه 7 دکبر سال 2017 شهرداری شهر دوشنبه اعلان نمود که در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان ارچه سال نوی که درازیش 25 متر است گذاشته می شود. سالهای گذشته نیز ارچه سال نوی گذاشته می شد، ولی دیرتر و در خصوص آن رسما اعلان نمی کردند. از این رو فهمیده می شود که پیشبری جشن سال نوی یک قسم سیاست رژیم می باشد. یادرس باید کرد که هنوز سالهای 2010 در جامعه تاجیکستان آید مقبول بودن جشنگیری سال نو بحث ها به وجود آمده بود. در آن زمان قسم بیشتری اهالی کشور به خلاصه آمدند که جشنگیری سال نو به مردم تاجیکستان عرفی بیگانه بوده به اسلام زید می باشد. سال 2011 رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده در زیر تاثیر افکار عامه از جشن گرفتن عید مذکور مسلمانان کشور را به خودداری نمودن فراخواند. مسلمانان باید عرف و عادتهای خود را رعایت نمایند. آرایش ارچه سال نوی رقص و بازی به مدنیت ما زید می باشد. جشنگیری سال نوی میلادی به دین وابسته بوده، نه تنها به قانونهای اسلام بلکه به مدنیت تاجیکان نیز مخالف است. ما نیز جشنهای خوب داریم، گفته بود او. ولی در نتیجه سیاست ضد اسلامی رژیم رحمان که سال 2012 شروع گردید و تا حال ادامه دارد، اکثریت علمای اسلام و فعالان دینی به زندان محکوم شدند یا مجبور شدند که کشور را ترک نمایند. در نتیجه سال 2016 شورای علمای تاجیکستان در تحت رئیسی سید مکرم عبدالقادرزاده نسبت سال نو فتوای نو برآورد. با سوال یکی از مهمانان سامانه رسمی شورای علما آیا با کودکان خردسال تحفه های سال نوی پیشکش نمودن جایز باشد با قانون های شریعت ضد است یا نه؟ گفته شد در پیشکش نمودن هدیه ها از طرف والدین به کودکان به مناسبت سال نو باکی ندارد. جشن گرفتن سال نو نه عبادت بلکه عرف و عادت است. فتوای مذکور را طرفداران جشنگیری سال نو همچون دلیل استفاده بردن را شروع نمودند، ولی فتوای مذکور به افکار عامه مردم تاجیکستان که جشنگیری سال نو را قبول ندارند و آن را جشن اجنبی در نتیجه استیلای ترکستان از جانب روسهای استیلاگر پیدا شده می حسابند تاثیر نکرد. در 70 سال اتحاد شوروی عادت شده گرین رسما گیریم، اگر این دیمو نیست این قدر خوشکش میکنن ارچه اینو چی نیست مثال من در خونم نمیکنم. یعنی شما در سال نو خرید نمیکنه؟ نه الحمدلله ما مسلمان این سال نمیکنه. کریستیان ها مثال ایدی همون ها مثال نشانه ایدی همون ها. آید شرح موضوع ما با سوال زیرین به شهروند دوشنبه دامون‌الله شاکرخان مراجعه نمودیم. تصدیق نمودن بعضی انسان هایی که گویا جشنگیری سال نو میلادی از طرف دین اسلام منع کرده نشده است و آن به یگان دین وابسته نبوده، یک عرف و عادت دنیوی است که چیزی به اسلام ضدیت داشته ندارد، بی اساس می باشد، می گوید دامون‌الله شاکرخان. من شدن جشنگیری همه نمود ایدهای غیر اسلامی در دین اسلام مقرر شده است و آن در متن‌های حدیث شریف واضح و روشن بیان کرده شده است که مسلمانان را با جشنگیری دو اید مقید می نماید، اید فطر و اید قربان.
رسول خدا صلی الله علیه و سلام فرمودند ان الله قد ابدلکم بهما خیرا منهما یوم الاضحی و یوم الفطر. در حقیقت الله عیدهای گذشته شما را به دو عید بهتر از آنها عوض کرد، عید قربان و عید فطر. در اسلام حکم نسبت عمل و حکم نسبت اشیاء از یکدیگر فرق میکند. در حقیقت نسبت اشیاء قاعده زیرین استفاده برده میشود: الاصل فی الاشیاء الاباحه، در اصل همه اشیاء مباح میباشد. این معنای آن را دارد که اگر اشیاء در متنهای مقدس منع نشده باشد حکم مباح را میگیرد، ولی نسبت عمل باشد قاعده های دیگر استفاده برده میشود: الاصل فی الافعال التقید باحکام الشرع، اصل در عمل با قانونهای شریعت مقید شدن است. این معنای آن را دارد که همه عملهای برای قانونی گردیدن به متنهای شریعت احتیاج دارند. همین طور عید سال نو در آیات و حدیث ها قید نشده است و جشنگیری آن با توفیل دو عید مقید شده، عید فطر و عید قربان، منع می باشد. این حکم به عیدهای دیگر غیر اسلامی نیز تعلق دارد. دیگر علمای مستقل تاجیک نیز قید میکنند که آیدی من بودن جشنگیری ایدهای غیر اسلامی علمهای همه دور و زمان و مذهب در یک عقیده بودند، از آن جمله مذهب حنفی. عالمی مذهب حنفی زیلعی در کتاب تبیین الحقائق می نویسد: هدیه کردن در ایدهای نوروز و مهرگان جایز نیست. علاوه‌تن زیلعی در کتاب خود خلاصه فکر عالمی مشهور مذهب حنفی استاد امام بخاری ابو حفص کبیر را در بخارا تولد شده است می آورد. اگر مسلمانی به مسلمان دیگر برای نوروز نه با قصد جشن این روز بلکه همچون عادت هدیه نماید کافر نمی شود، ولی این عمل را مخصوص در این روز کردنش جایز نیست. بگذار برای به آن قوم شباهت نکردن یک روز پیش یا یک روز پس هدیه کند، چطوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی به کدام قوم شباهت نماید او از آنهاست. همین طور به 180 درجه تاب خوردن شورای علما که عید جایز بودن جشنگیری سال نو فتوا برآورده است سوال های زیاده را به وجود می آورد. ایضاح قرار مذکور در نقش خود مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده و خدمات او امروز در تاجیکستان می باشد. زیرا مفتیات با قانونی گردانیدن قرارهای رژیم رحمان از نقطه نظر اسلام و اجرا نمودن همه فرمانهای او می باشد. بگذار به اسلام و منفعتهای مردم زید آید هم. نوروزتان مبارک باشد. رژیم رحمان باشد در نوبت خود مثل دیگر مستبدان آسیای میانه کارهایی را انجام می دهد و کوشش دارد که از مردم دین اسلام را دور نموده با آنها عرف و عادتهای غیر اسلامی و مدنیت اجنبی را تحمیل نماید. جالب دقت آن است که مردم تاجیکستان ناوسته به دشواری های به سرش آمده تاریخ و مدنیت اصلی خود را که اجدادانمان در طول هزار ساله ها به ما رسانیدن که از اسلام جوش زده می براید خوب می دانند. حمد به الله که مردم ما با فشارهای زیاد رژیم سکولاریستی و حیله و نیرنگ های علماهای درباری سرخم نمی کند. با وجود آن که رحمان چطور مشاهده می شود هر سال سکولاریزاسیون کنی اهالیش را وسعت می دهد و به ما مدنیت اجنبی را به طور مجبوری با یاری علماهای درباریش تلقین نموده بر ضد اسلام مبارزه می برد. دولت و کمیته دین در یک جایگی نقطه درس علاقه معلومات دین.